موضوع برنامه بعدی ماست. شجریان، پژواک روزگار. و اون خداوند رو در وجود خودش دید، از بردگی فکری اومد بیرون. بعد این حرفا رو زد شد مولانا. بزرگی مولانا از جهتی که نیاز شد از خیلی. اینجا آرامگاه مولانا جلال الدین رومیه، یا حضرت مولانا اونجایی که نوشته شده اونجا آرامگاهشه. همه ساله در 26 آذر ماه در اینجا مراسم سالگرد مرگ مولانا رو برگزار میکنن، یا اونطور که عرفا میگویند سالگرد وصل او رو. ولی امسال در شهر قونیه کنسرت های استاد شجریان هم برگزار میشه و خیلی از ایرانی هایی که اومدن اینجا میگن خوشحالن که در کنار مراسم سالگرد مرگ مولانا میتونن صدای دلانگیز استاد شجریان هم بشنوند. چون حکایت می کند آتش است این بانگ نایا، نیست باد ترک این آتش نداره. خیلی ها فکر میکنن که مولانا مراد بوده، میرن زیارتش بره که مراد ازش بکنه. نه، تصور نیست، بسی نیست. مولانا شاعر عارف بزرگی بود. الان دیگه در وضعیت فعلی شما بیشتر در خارج از کشور میخوای کنسرت بدیم به نظر میاد؟ فعلا اینجوریه، داخل کشور مناسبتی خیلی برای کنسرت نیست. به شهر قونیه در ترکیه برای دیدار هنرمند بزرگی آمدم که 30 پیش نیز مثنوی را بر مزار مولانا خوانده بود. او در این 30 به پیش از آن آثار بسیاری از بزرگان ادب پارسی را اجرا کرد و در این مدت هر روز بر محبوبیت و توانایی بیمثالش در موسیقی ایران افزوده شده. موسیقی انسان رو به جایی میبره که هیچ هنر دیگه نمیتونه ببره. اصلا موسیقی به همه هنرها میتونه کمک کنه، به تعالی همه هنرها کمک کنه. من خیلی از نقاشان میدونم موسیقی میذارن و شروع میکنن نقاشی کشیدن. خیلی از خطاطان میبینم که موسیقی میذارن و میشن. سلامت می کنن، جان را غلامت می کنن، رندان سلامت می کنن، جان را غلامت می کنن، مستی جامت می کنن، مستان سلامت می کنن. سلامت میکنه، مستان سلامت میکنه، خورشید لبانی نگر، مستان سلامت میکنه، مستان سلامت شما راحت بود براتون که راه پیدا کنید وارد موسیقی بشید؟ یعنی سخت نبود برای شما؟ خیلی سخت بود.
خیلی سخت بود، یعنی سر راه من یک چیزهایی بود که من هیچ نمیخواستم از اون راه عبور کنم، اینها مزاحم راه من بود که تو محیط رادیو تلویزیون بود. رفته بودم رادیو که به حال معرفی کنم خودم اونجا و تو شورا امتحان داده بودم، اونها شورا منو رد کرده بود. بعد من یادمه که روانشاد بدیع‌زاده اینه دیده بود، بعد منم دید که توی استودیو دارم یک چیز آزمایشی دارم میخونم، آمده بودم پرسه تو کی هستی، اسم چی، از کجا اومدی، از بشه بودم فران. گفتم که شورا منو رد کرده. گفت کی تو رو رد کرده؟ گفتم آره. کی رد کرده؟ گفتم نمیدونم. اومد بیرون و بعد از سور آرو یادمه که روانشاد تجویدی میگذشت، آمد گفتش که تجویدی چیه؟ چی نوشتی؟ بعد تجویدن گفتش که آخه بابا اینا هنوز نیامده. حالا خیلی جالبه، اینا هنوز نیامده، از ما خب حقوق ما دست میخوام، ما حقوق نداریم به کسی بدیم، و بعد این که ما خب دیدیم که حقوق نداریم، خب چی نمیتونیم چی بکنیم، همه میخوان حقوق بدیم، ما نداریم حقوق بشون بدیم، این که من رد کردم. گفتش که آخر من یه خندیدم گفتم جواب تجدید، من از کسی حقوق نخواستم. من اومدم امتحان بدم. محمد رضا شجریان در سال 1319 در مشهد متولد شد و زمانی که به تهران آمد تا در این آزمون شرکت کند، معلم جوانی در یکی از مدارس مشهد بود. بعد از آن که شورا او را رد کرد، نزد داوود پیرنیا تهیه کننده برنامه گلها رفت تا در موردش تصمیم بگیرد. به هر کنید بچه ها گفت که بیان با این ساز بزنیم، گفتن نه آقا این شهرستون هم میان خارج میکنن، ساز ما هم خراب بشه نمی آمدن. ما هم بیچی نبودم، خیلی رفتیم پیش پیرنیا اونجا، و پیرنیا خیلی یک مرد واقعا متشخصی بود، خیلی هم چیز بود و بد اخم بود و همه ازش حساب بودن، خبردار با میشدن پیش یک شده مخواست داشت کار میکرد واسه دو داشت کار میکرد و اینا، و ما که وارد شدیم واسه موبیل سلام کرد، سلام کرد و سلام اینا اصلا نگاه نکرد، گفت سلام علیکم فلان، شروع کرد کار کردن. واسه موبیل رفت اونجا واسطاد و منم مؤدب دم در واسطادم. بعد یک دو سه دقیقه که کارش تموم شد گفت چیه حسین چیکار داری اومد؟ گفت آقا یک نوار می‌خواستم شما اگه وقتی بشنوین. گفت که من نمی‌کرد. گفت خیلی خوب بذار دستگاه. شروع کرد خوندن، یه دفعه که همینجور داشت مینوشت تا شروع شد دیدم که واستاد و داره جو گوش میکنه. خط اول که تموم شد و فلان اینها، و بعد گفتش که خط دومم که شروع شد قلمشو گذاشت زمین، واستاد رو به دستگاه همجور واستاد نگاه کردم اینها، و بعد برگشت من آمد گفت شما خوندی؟ گفتم بله. گفت مخالفش هم خوندی؟ گفتم بله. مخالفش رو بذار ببینم. آبی گذاشت و گفتش که تموم شد و دیدم که پیرنیا یه دفعه از اون حالت اخم و اینا اومد بیرون، موسیقی شراز بود دیگه، شد و اینها میشه گفته شد و یه دفعه، و بعد گفت آفرین آفرین. اومد گفتش که نه این ساز نمیخوام، فردا بیا، فردا بیا، کار وقت داری که بیا. گفتم آره، گفت فردا. فردای آن روز شجریان با سنتور رضا ورزنده آوازی خواند که برگ سبز 216 نامیده شد و پس از 4 ماه در آذر 1345 برای اولین بار صدای او از رادیو ایران با نام سیاوش بیتگانی پخش شد. چطور شد اسم سیاوش انتخاب کردید؟ چون پدرم چهره مذهبی داشت، استاد القرا بود در مشهد میشناختنش اینا، نمیخواستم اون پیر من ناراحت میشد اگه میدونه شما آواز میخونید تو رادیو. آره ناراحت میشد. از آن پس شجریان مسیری را آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد.
او در حضور استادان بزرگی آموزش دید که از جلیل شهناز به عنوان مؤثرترین آنان یاد می کند و احمد عبادی را همچون پدر خود می داند. شجریان 99 برنامه گلها اجرا کرد، اما پس از پخش اولین برنامه زادگاه خود را ترک کرد و در تهران اقامت گزید. من اصلا عشق بابام بودم، خیلی بابام من خیلی دوست داشت. من که با دائم باش تو دو جلسات بودم و به اصطلاح پوز منو میداد و بچه دارم اینجوری میخونه، خب من همه مشهد میشناختن، به قرائت قرآن هم میشناختن دیگه. هیچ کس در مشهد همتای من نبود اون موقع، هیچ کس. امید آرزوش بودم، اینو من خیلی دوست. وقتی داشتم میبینم تهران، این خیلی گریه کرد. هر وقت یادم میاد دارد میشه. پدرتون فوت کرد، شما یه نواری هم دوباره از بعدی که شما فوت شدن هم ربنا رو دوباره دادی یا قرائت قرآن؟ نه، بود چند تا قرائت قرآن بود دادم، ربنا رو گوش از گذاشتم. آره، به یاد پدرم بود نوار. آره، خب چون بابا آخه در طول سالیان میگفتم بابا یه نوار قرآنم بده، من رعایت میکردم، گفتم آخه مردم میگن این چیه اون چیه اینها و اینو با هم دیگه نمیخونه، این من رعایت میکردم نکردم. آن وقتی بعد که پدرم فوت شدن اینها، من حقیقتش تست کردم که من خیلی بدهکارم به پدرم و عذاب دارم میکشم. اینی که گفتم از همه چی گذشته یک نوار من میدم دیگه. اینی که خب بعد اومدی تهران، حدود 25 سالتون تقریبا میشه دیگه. 26 سالم بود. 26 سالتون با خانم و بچه‌هاتون هیچ کدوم متولد شده بوده؟ آره دیگه. من دختر بزرگی دو تا دختر داشتم. دو تا دختر داشتی، فرزانه و افسانه. آره. مژگان هنوز متولد نشده. نه مژگان. اومدی تهران، بعد خونه حتما اجاره کردی؟ رفتم یه اتاق، دو تا اتاق گوشه اجاره کردم طرف خیابون جابری و اون طرفای تهران و همونجا بودم و تمریناتو می‌رفتم توی چیز می‌کردم، یا توی کمد تمرین میکردم یا جمعه هم که میرفتم کو. بعد خب میرفتم رادیو و برنامه اجرا. معلمی رو ول کردین دیگه اون موقع؟ معلمی رو یک اون موقع یک سالی بودم. با روحیات من نمیخوام، مثلا سیاست شاید بگم پخش صداها رو از رادیو تلویزیون من حس میکردم که کابردار رو تعیین میکنم، یعنی به خاطر به اصطلاح ابتذال فرهنگی شما مثلا فرهنگی. بعد سال یه بار میمونم سراغ ما بگم برای جشن هنر جلو خارجی هایی که میخواستم بگم ما موسیقی اصیل داریم و بلا اینا، به یاد شجریان میفته. اولین جشن هنر در سال 1346 در شیراز برگزار شد و 11 سال پیاپی ادامه یافت. جشنواره‌ای که هنرمندان کشورهای مختلف را در شیراز گرد هم می‌آورد تا آثارشان را به نمایش بگذارند. شجریان در 8 دوره شرکت کرد، ولی به عنوان اعتراض از شرکت در یک دوره خودداری ورزید. یکی از اولین کنسرت‌های او در حافظه شیراز در این جشنواره برگزار شد. رواق منظر چشم من آشیانه ی تاست، کرم نما و فرودا که خانه خانه تو. Yeah.
بیشتر وقتم رو انتخاب شعر میذارم. خب میخواین چی؟ چه شعری؟ بعد ماها برای یه کنسرت یا برای یه برنامه به دنبال شعر میگردم. و خب هر چی زمان بیشتر میگذره من دستبالم تنگتر میشه، چون شعر خوب رو قبلا خوندم، یک دو شعر خوندم، باز بگردم از لابلا اینا یه شعر دیگه پیدا کنم خیلی وقت میگیره. شما تاریخ رو میتونید از روی اشعاری که من انتخاب کردم تو این 30 سال پیدا کنید. شما اولین کسانی بودید که شعر نو فارسی رو وارد موسیقی اصیل ایرانی کردید. شما علاوه بر اینکه حافظ و سعدی میخوندید، یه دفعه اید نیما و دیگران هم شروع کردیم به خوندن، درسته؟ درسته. منتهاشون شعر نو به گونه ای بود که مثل غزل نبود که بشه باش آواز خوند. این بود که منم که بیشتر کارم آواز خوندن بود، کمتر سراغ شعر نو میرفتم. ولی اولین بار لطفی یک آهنگ روی داروک ساخت، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد بار. من اکراه داشتم که شعر نو بخونم، دیدم نه خوبه، تو تصرف خوبه، خوندیم و خیلی هم از این مورد توجه قرار گرفت. بعد پرکمپیاله را اجراش کردم، من فریدون مشیری، پرکمپیاله را که ناب آتشین ریریس ره و آلو خرابم نمیبرد. پر کن پیاله را کن آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی بره. این جام ها دریای آتش است که ریزم به کام خیش. شما گفتی که خیلی دقت میکنه در انتخاب اشعار. شعر مثلا زمستان است اخوان، این مثلا چه ربطی داشت به زمانی که شما خوندینش؟ این از همون موقع که من خوندم همینطور زمستان بود. یعنی واقعا کسی سلام آدم رو پاسخ نمیگفت. یعنی مردم در یک ناامیدی و یا در یک سردی فرو رفته بودن. من زمستان است رو به آواز خوندم. یعنی واقعا وقتی من شروع میکردم خوندن منو با خودش میبرد. و این رسم خوبیه که ما اگه خواهیم شعر رو به آواز بکنیم باید حالت دکلمش بیشتر از چهچه و اینا باشه، چون مثل غزل نیست. اخوان ثالث شعر زمستان را بعد از کودتای 28 مرداد 1332 سرود، زمانی که حکومت پس از کودتا مخالفان را به شدت سرکوب کرد. به جامعه ناامید از تغییر در وضعیت حاکم در سکوت و سردی فرو رفته بود. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، سرها در گریبان. باید در مورد همین موسیقی اصیل
شما برای اینکه بتونید از طریق موسیقی به نیازهای زمان پاسخ بدید مجبورید مصالحه کنید در محتوای موسیقیتون یا نه این کار نمی کنید ببینید این موسیقی متعالی رو در حد پایین نمیارید موسیقی دو بخشه یکی به ذاته موسیقیه که بدون کلام هست که پیام خودش داره و دنیای خودش داره یکی موسیقی با کلامه وقتی موسیقی با کلام میاد کلام خودش موسیقی داره یعنی کلام شما اگه موسیقی که ازش میگین بگیرید بکشین از ارزش نداره بس کنیم این شعر ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم من میگم ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم معناش عوض کردن بله شعر دگرگون کردن چیکار کردن جای یه موسیقیشو یه سیلاب رو جابجا کردن دل شکسته ایم تا اینکه دل شکسته ایم فقط موسیقی رو عوض کردم کار دیگه نکردم معانیش عوض شد پس معانی در درون کلام اون موسیقی است که وجود داره و ما اونو کشفش میکنیم اونو ارائه میکنیم اون موقع است که این شعر جایگاه خودش پیدا میکنه و به قدری خوب خودش نشون میده که مردم میگن چقدر این شعر زیباست و ما حالا معناش فهمیدیم که من موسیقی اصیلم و وقتی دنبال میکنم موسیقی نژاد است مال نژاد همین نژاد مال این زبان مردمه پس همه چیزش باید برای مردم باشه زبان دل مردم سروش مردمان سرزمین هم باید باشه کنسرت همنوا بابم نمونه خوبی از همصدایی موسیقی اصیل با مردم است این کنسرت در دیماه 82 برای کمک به آسیب دیدگان زلزله بم برگزار شد این نخستین بار نیست که هم میهنان خود را در حادثه ای چنین خانمان سوز از دست میدهیم و چه تلخ میاندیشیم که آخرین بار هم نخواهد بود بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی باقیرم سفر شدی بی تو به سر نمیشم خواب مرا ببستی نقش مرا و از همه هم گسسته ای بی تو به سر نمی شود بی همه گام به سر شد بی تو به سر نمی شود داه تو داه این دلم جای دگر کلا خریدی که بخریدی؟ من که این کلا چطور است؟ شما که ماشاءالله موتون زیادی احتیاج ندارید بپوشونی شما چه جایی؟ خب باید مو که مو رو بپوشونم که مو خراب دید برای کوهنوردی میام میشه استفاده کنیم؟ کوه میری شما های چه جایی؟ الان دیگه نمیشه ولی قبلا این سیاد کوه میرفتیم؟ آره؟ هر جمعه میرفتیم کوه میاد بهشون بکنیم بذار آقا سرت بذارید رو ببینیم چه کدید بشنگه نه؟ خیلی جنتلمن خیلی ولو میکنه رو بخواییم کلاه بذاریم سرتون یه تنها تکه یه دومی هم نداره خود من هم دومی نداره خوبه؟ مبارک خدا داری خدا داری شما چی؟ نهار امروز چی میخواییم بخوری؟ آقای شجریان چی رفتیم؟ قدرتش چین گرد دائم السفر ها هیچی بریم چرا نمیخره میام بخصی بریه چرا؟ پولاشو میخواد نگه داره ما یه لفه نیدم که یک چیزی دست باشه بیاد ای سازش میخره اصلا چی هست که موسیقی ایران نتونست در دنیا به عنوان یک هنر ایرانی شناخته بشه؟ چرا الان شناخته شده؟ اما فراگیر نشده خیلی همه جا نمیشناسنش علتش هم اینه که معرفی نشده
بایستی موسیقی در یک ویترین یک جای معرفی بشه و از اهالی اون کشور بیان معرفی کنن موسیقی رو. اگه موسیقی معرفی کنه، ما هنرمندان خوبیم الان داریم که خیلی خوب میتونن معرفی کنن موسیقی ما رو. یعنی شما به این ترتیب خوشبینید؟ خیلی خوشبینم که موسیقی ما بهتر بشه. خیلی خوشبینم. بله خیلی خوشبینم، چون خیلی چیزا دیدم که تغییر کرده و رشد کرده و خیلی خوب رشد کرده اومده جلو. شاید بگم هیچ جای دنیا مثل ما اینقدر موسیقیشون اینجور رشد نکرده توی سالها. حالا مردم عادی گاه اوقات فکر میکردن که مثلا موسیقی ما همش غمناکه. نه اینجور نیست، همه موسیقی ها غمناکه، همه موسیقی ها شاده، بسی داره که جامعه چه حال و روحیه‌ای داره. و موسیقی ما از شاید بگم که از تمام موسیقی های دنیا استعداد بیشتری داره که هر کاری بشه باش کرد. فقط مذهب بوده که در طول هزار خوردی سال هی موسیقی رو نذاشت خودشی نشون بده، چون روحانیت فکر کرده که یک رقیب داره اینو از صحنه بیرونش میکرده. این رشد نکرده، ولی هسته هاش هست. به مجردی که موقعیت خوب پیدا بشه این خودشی میشه. شجریان معتقد است که برای جهانی کردن موسیقی ایرانی باید هم نوازی را در موسیقی اصیل ایرانی بیشتر کرد. او برای رسیدن به این هدف سازهای جدیدی را ابداع کرده. یکیش اینه که اسمش ساغره. شما اسمش رو داشتین ساغر؟ من اسمش خودم باشتم. بله. میشه من بدم دست شما یه توضیح برای ما بدید؟ در من که کسانی که تار می نوازن این رو با این میتونن کار کنن، چون طول ارتعاشش مثل تاره، پرداش مثل تاره. و من میتونم این تار از این صدا در بیارم. ولی با عوض کردن این پوستش و سیماش یه صدای دیگه ازش در بردم. الان تو خانواده رباب داره کار میکنه، یعنی به جای رباب تو ارکستر داره کار میکنه. ما تارا که داریم به هر حال بعضی اومدن تار باس هم درست کردن، از همون تار سیمش عوض کردن و صدای بم ازش در بردن، ولی چون خیلی خوش صدا نمیشد اینو من به جای تار باس درست کردم. به اسمش گذاشتین ساغر. ساغر، اسمش ساغره. همین یه دونه ساخته شده؟ این همین یکی ساخته شده، همین یکی دو. بس باید خیلی مواظب باش آن نیفته. چه نیازی بوده که شما به فکر این افتادید که سازهای جدید بسازید؟ خب اینکه نیاز داشتیم که ما باید صداهای رنگهای صدای متنوعی داشته باشیم و از نظر وسعت صدا ما یه مقدار کم داشتیم، از صداهای بم تا صداهای سوپرانو بالا. به این ترتیب شما امکانات موسیقی رو افزایش دادید با ساز. برای گروه نوازی ها امکانات رو ببریم بالا که همه صداها رو داشته باشیم. به این کمک میکنه در گروه نوازی؟ در گروه نوازی که آهنگساز اون کسی که تنظیم میکنه بهتر بتونه اون سلیقه‌اش پیاده بکنه و صداهای بهتری داشته باشه. اینم کار شماست؟ اینم کار منه. این از خانواده سراییه. بم سراییه. این به جای ویولنسل استفاده میشه. یعنی درست همون کاری که ویولنسل میکنه این میکنه. اسم اینو چی گذاشتین؟ بم سرایی؟ بم سرایی. شما خودتون چه سازی میزنید اگه بخواید دفعه بزنید؟ خودم که سنتور میزنم. بیشتر به سنتور میزنم. آره. الان چه موقع میزنی؟ الان نه، وقتی نمیخوام به سازی بزنم. شما انقلاب که شد یه دفعی یه نوعی یه شجریان دیگری ظاهر شد، یعنی شجریانی که سرودهای حالا اون موقع میگفتن سرود ترانه های انقلابی یا میهنی به اصطلاح، نمیدونم چی بهش بگم. حقیقتش اون موقع من خیلی انقلابی نبودم. چرا؟ برای که یک چیزایی میدیدم توی سیاسیون و احزاب گوناگون که دوست داشتم. ولی دور و بر همه کسانی بودن که اینجور چیزای سیاسی داشتن و چپی افکار چپی و اینا، منم اصلا و ابدا دوست نداشتم این تفکرات. ولی مجبور می‌شدم تو این بچه‌ها هر کی بود دور و بر من همه حرف سیاست بزنن.
درسته که من از خیلی چیزای حکومت راضی نبودم، اما این وضع اینجوری و اینطور که نمیدونستم کجا دارن میرده اینا رو من حقیقتش خیلی بهش امیدوار نبودم. ولی این شما مثلا یادتونه که مثلا این ترانه فرض کنید ایران سرای منو خوندید در چه وضعیتی بوده چطوری بوده فرض کنید سر ایران سرای امید؟ آره شعرش که مال آقای سایه هوشنگ افتاج. ما هم تو همون برنامه دو تا شعر خوندم ضد نقیض همدیگه، هیچ کس متوجه نشد. خب یکیش مال سایه بود، یکیش مال جواد آذر بود. آها اونم که میگن جواد آذر این مبارزه دل یکی کنجانی کی کن. بله بله یکی اونه میگه، بله یکی میگه ایران ایسر بربرم سپیده دمید. خب این سپیده بربرم سپیده دمید این همون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. خب ولی خب اشتباه زیاد کردن دیگه. این اون حالت رو داره میگه که بر بامت سپیده داری باید دیدون که بچه هم آقا مدن این بخش میکنن نشون میدن که آقای خمینی داره از پله ها باید پایین شعر میذاره، من این رو برای ایشون نخوب نمیستم. این برای اون حالت رو که در مردم ما پیدا شده بود، برای شخص نبود، ولی باید هم داره استفاده اینجوری میشه ازش. ایشون نباشه تا آغاز شد ماه رمضان که ما روزه میگیریم هیچه واقعا. انقلاب شد سال اول انقلاب یه بچه ها که اومده بودن، جوان ها که اومده بودن در سازمان صدا و سیما، اون موقع هنوز وضع صدا و سیما به شکل دیگه بود، هنوز رادیو تلویزیون بود معلوم بود که فلانی کمک بکن ما بتون برنامه خوب تهیه بکنیم. اینا گفتم خیر کمکتون میکنیم برنامه خوب تهیه. یه روز از من یکی گفت فلانی برای دم افطار من یه فکری بکن. رفتم خونه و چیزی انتخاب کردم و شعر انتخاب کردم و بعضی رو اومدم رفتم تو استودیو خوندم. گفتم اینو بچه‌ها گوش کنین کار کنن. حالا همه اینا هم چیز بود، من حقوق بگیر اونجا نبودم که. همینا هم میگفتن که آقا ما میخوام. گفتم خیلی کمکتون میکنم. کمکشون میکرد. حالا همه رفته بودن، من تو سه برش هم نشستم ادیت میکردم، پشه ها میزدن، ازدم میکردن، کار میکردن. اون موقع خواهد اینجوری من اینو تحقیق کردم. در اون وضعیت هم در اون وضعیت تحقیق کردم دادم بهشون. بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان و اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما. جای ما نیست. موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگینم. خودتون میدونه خودتون. درست قبل از بارمزون بود این موضوع اومد. من این نوار رو تهیه کردم گفتم آقای فلانی عزیز این نوارتون این ربنا خونده شده مرسمی توش هست داده بودن بچه ها خونده بودن همه بهشون دادم و خداحافظ اومد. آقا روز بعد دیدم که صدا خود من رو پخش کردن به جای که اون نواری که من این همه وقت سعی کرده بودم تهیه کرده بودم از کسانی که شرکت کرده بودن اون رو پخش نکردن، این نوار خود من رو پخش کردن.
شما بعد چند سالی حالا به اصطلاح خونه نشین کردید خودتون رو به اختیار، و بعد که کارشتون مشروع کردید اولین کارتون بیداد بوده؟ نه اولین کارمون چیز بود دیگه، آستان جانان بود. آستان جانان بود، کنسرت بود با پرویز، دو نفره سه نفر با پرویز مشکاتیان بود و بعد فرهنگ فر ناصر فرهنگ فر که تنبکشو میزد. کشتی باردی بیامد که مرا بیروخ دوست گشت، هر گوشه چشم از بر دل دریایی در همه دنگر مغل نیست شما شیدایی، فرق جایی گروه باده و دفتر جایی. وای که شما بیداد انتخاب کردید برای خوندن، چی می‌خواستیم بگیم؟ چه چیزی در حافظ که... قرن هشتم بود بله که در قرن چهاردهم هم همچنان بله جا داشت؟ اعتراضی بود که بعد از چهار سال از به ثمر رسیدن انقلاب سال 57 در سال 61 و 62 61 من خونده بیدم حرفایی که زده شده کو؟ قولایی که زده شده کو؟ چی شد؟ ما چی می‌خواستیم؟ چی دست آوردیم؟ چرا اونی که مردم می‌خوان به دست نیاوردن؟ اونجا با تیمن گفتم که یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانی که سرمد شهریاران را چه شد؟ من این اعتراض در درون جامعه می دیدم، شد به درون خودم میدیدم، آمدم بیانش کرد. من شنیدم که یکی از آیت الله میدونم حکم میدونم مصادره اموال داده بود از این بازی ها که ما شبانه هرچی نوار و دستگاه ضبط و هرچی داشتیم که از دست برد بیرون باشه بردیم از خونه بیرون، یه فرش و مولم بیا 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 بیا. ولی نوارام و من هم تو انقلاب سه دفعه جابجا کردم با چه گرفتاری. پدر آقای شجریان چطوریه؟ خب پدرشون چطور بگم واقعا پدرها بعضی ها فوق‌العاده واقعا میگی اون موقعی که تینیجر بودین سختگیری نمی‌کرد مثلا مژگان چه وضعیه کجا می‌خواید؟ ولی خب میدونین چون در حقیقت شرایط زندگی ما همیشه یه جوری بوده که واقعا بایستی ما خودمون رعایت همه چیز رو میکردیم بدون که ایشون اصلا از ما بخوام، چون واقعا میدونین که شرایط همیشه یعنی خیلی آمادن که مسائل رو حتی نیست یه جوری بیان بکنن برای هر کسی که به حال یه جوری سر زبان هاست، رو همی از ما همیشه سعی میکردیم که خودمون رعایت خیلی اصول رو بکنیم که هیچ وقت خدشه وارد نشه به اون اصالتی که پدر داره. به اون خیلی مواظبی در زندگی شخصیتون بله، که بهانه‌ای دست کسی نیفته که به بابا صدمه بزنه. ما دل شده گل خسرو به شیرین فرایی ما موزش خوشمزه بود، اما یادم نشه اینجا نبود. حسین اول خورده. حسین این چادویه، موزش چادویه. آقا بفرمایید. حالا تا
تشکیل این گروه جوان به اصطلاح توسط آقای شجریان در جامعه موسیقی ایران مورد استقبال قرار گرفت یا نه؟ در جامعه موسیقی شاید بگم خیلی نه، ولی در جامعه، در مردم شنونده و طرفدار استاد خیلی. همون یه تیکه کوتاه سازی که یک جوانی میتونه تنها کنار استاد بزنه، این یه چیزی، یکی از آرزوهای هر نوازنده ایرانیه. و از اون طرف با جامعه موسیقی نمیتونم بگم همه، ولی برخی برخوردهای خوبی نداشتن. حالا مثلا میگن چرا استادا کنار استاد شجریان نشن؟ خب استادان که سالها سال نشستن کار کردن، بعد ضرورت تشکیل یه ارکستر اینه که ارکستر مداوم در تمرینات حضور داشته باشه، استادا نمیتونن. و ایشون هم اعتقاد دارن، منم اعتقادم مثل استاده، که موسیقی ایرانی احتیاج به رنگامیزی داره برای اینکه بتونه بیان قوی تری داشته باشه، قطعات باید تنظیم بشه. در سال 1378 شجریان جایزه پیکاسو رو از یونسکو دریافت کرد، اما شاید یکی از بهترین هدایای زندگیش را سال گذشته در روز تولدش گرفت. فرزندان او همایون و مژگان تصنیفی را از شعر اسماعیل خویی و آهنگسازی مجید درخشانی خواندند و در روز تولدش به او هدیه دادند. جهان در صدای تو آبی است، صدای تو را دوست دارم، صدای تو از آن و از جاودان می سراید. صدای تو را دوست دارم، صدای تو را دوست دارم، صدای تو، صدای تو، صدای تو از آن و از جاودان می سراید. شما چی خودتون چی گوش میدید؟ نرسم شما خودتون رو که گوش نمیدید؟ مثلا تو ماشین میخواید؟ خودم رو به ندرت اگه گوش کنم، به ندرت گوش. اگر هم میخواییم گوش بدیم این عیبه چیه؟ دفعه دیگه برطرف کنید. اگه هم گوش کنم ساز شهناز گوش میکنم. ساز شهناز گوش میدید؟ ساز شهناز گوش میکنم یا پیانو مرتضی مجبوری گوش میکنم. بیشتر اینا میشه ساز تنها گوش میدید؟ ساز تنها گوش میکنم. در بین غربیا از خواننده‌های معروف مثلا حالا بگیم اپرا یا پاپ یا هر چیزی، شما کیو بیشتر از همه دوست دارید؟ زیاد گوش نمی کنم، ولی خب علاقه دارم صداشون رو گاهی اوقات گوش می کنم. مثلا پاوروتی رو دوست داشتم گوش می کردم، خولیو رو گوش می کردم، دیگه سلین دیون رو گاهی اوقات گوش می کنم. سلین دیون گوش می دی؟ دیگه ویدنی هستون رو، ویدنی هستون اونم صدای خیلی، آره، ناتکین کول رو خیلی دوست دارم. لیو آلمسترانگ رو صداش خیلی دوست دارم. کتاب هم شما وقت میکنید بخونید؟ بیشتر شعر میکنم. شعر میخونید؟ بیشتر کتاب شعر رو مطالعه میکنم. یا کتابایی که درباره نجوم هست. شما به گلگیا هم علاقمندید؟ بله. خودم روی فضاسازی های ژاپنی خیلی مطالعه دارم و با اوقات تجربه ای دارم و فضاسازی هایی میکنم تو خونه هم یا تو باغم برای خودم. خیلی از کاری که دوست دارم دوست دارم باغبونیه، یکی نجاریه که باغبونیه. نجاری هم میکنید؟ آره دیگه، هم هم کار ساسازی، ساسازی و نجاری با هم هم شما هرچی میزنیم ما میاریم. جالبی چینه؟ سه تا اونمی که چهار تا این سه
در برو نشده در خانه را خالی کنیم اینجا. ولی شما اون آره ولی باید اونجا جمع کنید. استاد جمع باید اونجا جمع کنید. چون درست با ما خونه سازی کردیم تو زمین فلسطینی. ای دلهوره یه جفسه میخوام به بالا بخوام. جفسه ولاد یه ده میمیره. ای جفتو تا. ولی شما در این سالها خیلی هم مقاومت میکردید. یعنی من شنیدم که مثلا اگه میرفتید یه جایی یه عکس خاصی رو میخواستن بزنن یا ترتیب خاصی در سالن میخواستن اجرا بکنن شما میگفتید نه و وای میستدید. آره چطوری این کار رو میکردید؟ خب به اتکای که راه همه درست دارم میرم، به اتکای این که منطقم درسته، به اتکای غروری که داشتم و به برای احترام به هنرم مجبور بودم واسطم جلوی اینا. اصولا نگران نیستی که حکومت بخواد با شما برخورد بکنه؟ چه برخوردی میخواد بکنم؟ بازداشتتون کنم. خوب بکنم. حراسی نیست از چیز. مرغ سهر نارسته یکی از ترانه‌های معروفی که شما می‌خونید و مردم خیلی دوست دارن مرغ سحره. با اینکه یکی از ترانه‌های قدیمیه، چرا همچنان امروزه مرغ سحر برای مردم ایران اینقدر جذابیت داره؟ چی هست در این موسیقی؟ خب همون تأثیری که در کلام این تصنیف هست زبان حال مردم امروز ماست. ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داده برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن. خب مردم همین براش میخونن. این یه اعتراضی است که در جامعه وجود داره. هیچ وقت من خدا به عنوان ببخشیم میگم استاد محمد رضا شجریان نمیشناسم. هیچ وقت خودم اینجوری نشناختم. همیشه خدا به عنوان یادم معمولی که دارم با همه زندگی میکنم و نیازها رو حس میکنم و برحال از اون جایگاه و دیدگاه به جامعه هم نگاه میکنم. ولی بعد موقعی که میخوام کار بکنم میگم خب حالا من باید این حرف رو بزنم.
خب چطور نازنین؟ خوشحال هستم. سلیمانی بودم. نتونستم بیام خدمت شما. مدتی که گذشت. روزگار سختی داشتیم اونجا. همیشه به فکر شما بودم. همیشه خبرها رو از دور و نزدیک میشنیدیم. واقعا همیشه نگران بودم. مسئولین گفت که پای استادو ببوسید. مرسی. سلام خوب بوسید. سلام. نمی‌دونستم واقعا میتونم برسم یا نه. من سه روز تو راه هم تا اینجا رسیدم. سه روز تو راه هم و این فقط عشقه، هیچی نیست، فقط عشقه، فقط عشقه. خب باز دیدم که الان در دوره بعد از انتخابات هم به حال شما اسمتون خیلی بیش از گذشته مطرح شده، به خصوص موقعی که گفتید ما خس و خاشاک هستیم. این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد اگه بیاید خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. همه گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم، اما این خس و خاشاک وقتی که طوفان به راه بیفته چشم آدم ها رو کور میکنه. شما احساس میکنید در جامعه ایران یه خشمی وجود داره در مقابل وضعیت موجود؟ خشم هیچ کس چلی خشم نمیتونه بگیره، هیچ نیروی. یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه هیچ نیروی اینه. تاریخ نشون میده هیچ نیروی نتونسته چلوش مقاومت کنه. پنج سال و ده سال و بیس سال و پونزده سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است. شما نگران آینده نیستید؟ نگران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور دراز نیستم، اما گذر سختی در پیشه، بسیار سخت و خیلی واقعا نگران کننده است. اگه این دو حرف هم دیگر رو نتونند خوب بشنوند خیلی خطرناک. کدوم دو حرف هم دیگر خوب نشنوند؟ این دو که در مقابل هم دارن گرفتن، حکومت و مردم. یکیشون بایستی منطق دیگری بپذیره، ولی در پایانش اون چیزی که مردم میخوان به دست میاره. و آخرین ترانه هم که شما خوندید زبان آتش، اونجا که من میدونم آخرین تونه دیگه زبان آتش، که اونم شعر مشیدیه که مدت ها پیش گفته بود. بله. اون چه ربطی داره به زمان فعلی؟ خب دیگه بعد انتخابات ما یه چیزی دیدیم که حقیقتش میدونم که باعث بگیم به تفنگت بزنی. آدم به روی برادرش که آتش نمی کشه، تفنگ نمی کشه، حرف حسابی هم بایست جواب درست حسابی. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، منم ما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن. تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار.